نه مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه ای و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. اگر هم شبیه کسی باشی، شبیه شبهای نیمه قدری، شبیه آیه تطهیری و شبیه سوره اعتینا. خورشید زمینی خدا یا زهرا، ای زینت نام مصطفی یا زهرا، مدح تو همی بس که شدی تا محشر همتای امیر المؤمنان یا زهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر سرور و سالار زنان دو عالم، بانوی کوثر، کوثر قرآن و همتای امیرالمؤمنین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و سلام بر عطر خوش جان زندگی، و سلام و درود خدمت شما بیننده های عزیز و ارجمند. یک سلام خاص و ویژه‌ام تقدیم کنم به شما مادران و شما خواهران عزیزم. تبریک خاص ما را در سال روز میلاد با سعادت فاطمه زهرا سلام الله علیها پذیرا باشین. این روز بزرگ بر همه شما عزیزان مبارک باد. و اما شما عزیزان بینندهی که همراه ما هستین، با برنامه جان زندگی با شما عزیزان هستیم و شما هم همراه ما. البته من تنها نیستم امروز و در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم و همچنین صمیمانه قدردانی میکنم حضور گرم عزیزان خواهران و بانوان عزیزی که امروز همراه ما هستند. امروز را به همه شما عزیزان تبریک میگم و صمیمانه هم خیر مقدم عرض میکنم. اما عزیزان بیننده، دو کارشناس محترم برنامه اینجا همراه ما هستند که معرفی میکنم خدمت شما عزیزان در برنامه جان زندگی. خواهر خوب ما خانم دکتر رضایی عزیز که حضور دارن همراه ما، سلام عرض میکنیم و خوش آمدید میگیم. سپاس خدای را که مرا زن آفرید، سپاس خدای را که مرا زن آفرید، سرچشمه ای از زایندگی، زیبایی و ظرافت و منبعی از نبوغ، نظم و نجابت. سلام و درود خدا بر اشرف کائنات، سرور مخلوقات، حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه، همون که در کلام دوربار خیش فرمود: من از دنیای شما سه چیز را پسندیدم، زنان را، عطر را و البته نور چشم من در نماز است. و درود و سلام همه مردان و زنان، همه حقگویان، حق باوران و حق خواهان جهان تقدیم به ساحت قدسی انسیه حورا، صدیقه کبرا، فاطمه زهرا، همون که دردانه آفرینش است، همون که تجلیگاه حقیقی جلال خداوند و جمال خداونده. عرض سلام دارم محضر شما و همینطور همکار بزرگوار جناب آقای دکتر، و سلام تقدیم میکنم محضر حاضران در جمع. تبریک و تهنیت عرض میکنم این روز بسیار بسیار فرخنده رو محضر همه عزیزان، به خصوص بانوان گرامی، مادران بزرگوار و عزیزانی که شرافت مقام مادری رو خداوند نصیب اونها کرده. بسیار عالی خانم رضایی، استفاده بردیم، تشکر. به شما هم تبریک میگم، روز بزرگه. خب اما در خدمت جناب محترم دکتر توکلی هم هستیم. سلام علیکم میکنیم خدمتشان و عرض ادب و احترام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی، وطندارهای نهایت عزیز و گرامی،
همشیره‌های بسیار محترم، مادران، همسران و خواهران محترمی که در جمع حاضرن، مجری محترم و کارشناس گرامی جناب دکتر صاحب خانم رضایی، و بسیار خوشحال هستم که این افتخار به بنده هم دادین که در جمع نورانی و ملکوتی شما حاضر باشم به مناسبت ولادت با سرسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و عرایز خدمت بینندگان عزیز داشته باشیم. امیدواریم که جلسه امروز و برنامه امروز بتونه پاسخگوی قسمتی از سوالات وطندارای عزیز، مخصوصا همشیرهای گرامی و خواهران محترم باشه. بله، بسیار تشکر از برادر محترم ما جناب آقای دکتر توکلی و همه عزیزانی که اینجا حضور دارن. آقای توکلی بسیار خوب گفتن، برای که ما اینجا حضور دارن بانوان و خواهران عزیز ما و اینا هم سوالاتی حتما در ذهنشان هست. علاوه بر اینکه من سوالات دارم از شما، خواهران خوب ما هم از شما سوالاتی دارن حتما. بله. و اما موضوع برنامه در رابطه با جایگاه زن در اسلام و سنت‌های قبیله‌ای می‌خوایم صحبت و گفتگو کنیم با عزیزان بیننده. و بله، چقدر خوب است که در این ایام روزهای خوشی و شادمانی که ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، ضمن از اینکه بهانه‌ای باشه که ما تشکر قدردانی کنیم از مادران عزیز و همسران عزیز، و چه خوب است که نسبت به این موضوع بیایم جایگاه و ارزش زن را هم تحقیق کنیم و بررسی کنیم. پس ما در این روزها بهانه دو گپه داریم، هم تشکر و قدردانی از مادران و همسران عزیز و هم این که بیایم بررسی کنیم و تحقیق کنیم ببینیم که جایگاه و ارزش زن چقدر هست در اسلام. و سوالاتی داریم از دو بزرگواری که اینجا حضور دارن. اگر اجازه کن باشه آقای دکتر توکلی که من از خانم رضایی پرسان کنم. خب ایام روزهای زن و روز مادر هست و عجیب با خانم رضایی عزیز. خب خانم رضایی، تفاوت جایگاه زن در اسلام و سنت‌های قبیله‌ای در چی هست؟ من مطمئن هستم که این سوال در ذهن بسیاری از بانوان عزیز و شاید بانوان عزیزی که امیال اینجا حضور دارن این سوال باشه. به واقعیت در پاسخ سوال شما یک من لازم میدونم که از میشود یعنی مسئله را از چندین گونه. بله، مسئله اول همونطور که به ظاهر سوال شما نگاه میکنید، وقتی شما مطرح میکنید جایگاه زن در اسلام و اسلام رو به عنوان یکی از ادیان الهی و دین خاتم در نظر میگیری که این دین به عبارتی توسط پیامبری به عبارتی عرضه شده و دین و اصول او و مبانی اون دین از طرف خدای سبحانه است. بله بله. پس دقیقاً شما دارید یک تعریف الهی رو آنچه که رویکرد کلی که اسلام نسبت به زن داره در مقابل یک تعریف انسانی قرار میدید، کما اینکه شما وقتی که استفاده میکنید از واژه سنت‌های قبیله‌ای یعنی آداب و رسومی که توسط انسان‌هایی با چارچوب فکری که به هر حال در درسته مفهوم قبیله‌ای در نظر گرفتن. پس در ابتدا اصلا یک تضاد معنایی وجود داره، باور و برداشت و نگاه و جایگاهی که در دین خدایی دینی که چارچوب او مبانی و اصول و ارزش‌های حاکم و اصیل او بر مبنای آنچه که خداوند سبحان در خلقت انسان‌ها زن و مرد در نظر گرفته، آنچه که هدف از خلقت بوده و آنچه که نیازهای اساسی اونها در نظر گرفته بله، شده، بله. دقیقاً. تا تعریفی که بر مبنای ارزش‌های انسانی، اون هم نه هر انسانی، انسان‌هایی که بر اساس یک سری میشود گفت که نیازها، بر اساس یک سری تمایلات و خواسته ها، یا بر اساس یک سری مفاهیم انسانی دست به تدوین یک سری ارزش‌ها و اصول و سنت‌هایی زدن که در اون سنت‌ها حالا بیایم بپردازیم که خب نگاه اونها نسبت به زن چیست. این اولین نگاه. بله. اولین به اصطلاح تفاوت. نکته دوم، ببینید ما اسلام رو به عنوان یک نظام در نظر می‌گیریم، نظامی که مبانی داره، اصول داره و ارزش‌های حاکم بر اساس. مسئله اصلی اینجاست که خیلی وقت‌ها ممکن است که ما برداشت اساسی مسئله رو که مطرح می‌کنیم، در کما اینکه در بسیار از موارد اتفاق می‌افته، میگیم که نگاه زن در اسلام، ولی او بزرگوار حتی او متفکر ممکن است فقط به یکی از ابعاد دین اسلام در مورد زن پرداخته، فقط به یک نوع فقهی.
از نگاه اخلاقی، از نگاه اصول، در حالی که اسلام همه جزئیات را بیان کردن. وقتی که ما منظور اسلام را به طور کلی که مطرح میکنیم، اسلام یک نظام است در ابعاد متفاوت که بهتر آن است که وقتی که مطرح میکنیم همه ابعاد رو کنار هم در نظر بگیریم و در تجمیع همه ابعاد بعد بررسی بکنیم. ولی خب در بحث سنت های قبلی، پس نکته دوم است که ما وقتی که میگیم جایگاه زن در اسلام، اسلام رو به عنوان یک نظامی که دارای ابعاد مختلف است باید در نظر گرفت. کما اینکه بعدنها حالا شاید وارد بحث میشیم دوستان ما هم مطرح بکنن، یک سری اشکالاتی که مطرح میشه، یک سری ایراداتی که مثلا حتی ادعاهای مبنی بر این که اسلام به زن ظلم کرده، در رویکرد اسلامی زن مورد جفا قرار گرفته، برداشت‌ها بر مبنای است که فقط به یک قسمتی، به یک بُعد از ابعاد نگاه یا مفاهیم دینی یا ارزش‌های دینی یا حتی دستورها دقیقاً و اصول دینی نگاه. یعنی نظر شما ایست که باید همه ابعاد در نظر بگیرن نسبت به یک موضوع. ولی خب این نکته دوم. نکته سوم هم ایست که وقتی که ما میگیم سنت‌های قبیله‌ای، باید مشخص باشه که منظور ما از سنت‌های قبیله‌ای، مثلا برمان نمونه، آیا در کشور ما، مثلا اگه شما افغانستان رو مد نظر بگیرید، یک واقعیت غیر قابل انکاره، ما کشوری هستیم با تمدنی چند هزار ساله که نماد تمدن چند هزار ساله افغانستان تندیس‌هاییست که او تندیس‌ها سرویس یک بانوست. بله. شما در تاریخ و تمدن و فرهنگ گذشته افغانستان حتی اگر به 50 سال قبل مراجعت کنید، از لحاظ توسعه فرهنگی، توسعه علمی، حتی از ابعاد اقتصادی ما متفاوت، می‌بینید که کشور ما نسبت به همسایگان خودش هیچ به عبارتی پسرفت یا عقب‌گردی نداشته، ای چه بسا در بسیاری از موارد پیشگام بوده است. و اون جایگاه رو در 50 سال قبل اگر در نظر بگیرید، میشود گفت تعریف بسیار روشن و واضحی در نظام افغان، در میشود گفت که حاکمیت افغانستان در مورد زن وجود داره. پس بنابراین نکته بعدی که به نظر من بسیار مهم است است که مفهوم سنت‌های قبیله‌ای که مطرح می‌کنیم، باید بگیم که این سنت قبیله‌ای مشخصاً مربوط به کشور ما نیست، مربوط به یک طرز فکری است که متاسفانه در برهه‌هایی از زمان غلبه پیدا کرده بر حاکمیت کشور. درست است. خب نظر شما را شنیدیم و می‌پردازیم ببینیم که نظر دکتر توکلی چی هست نسبت به این موضوع. بله، قبل از اینکه نظر آقای توکلی و دکتر صاحب بشنوام، می‌خوایم که اینو بگویم که به واقعیت دین اسلام دین پر از عدالت هست. یعنی فکر بکنین، زن مایه آرامش مرد و مرد تکیه‌گاه زن. چه عدالت زیبایی. خب بپردازیم ببینیم نظر دکتر صاحب آقای توکلی چی هستن. آقای توکلی، تفاوت جایگاه زن در اسلام و سنت‌های قبیله‌ای از دیدگاه شما چیست؟ در پاسخ سوال شما ما باید بحثر از دو منظر وارد باشم و جواب سوال شما رو عرض کنم. اولا بحث مفهومی است، میخوایم ببینیم که اصلا قبیله چی هست، درست. نظام قبیله چی هست، بله. و نظام اخلاقی، حقوقی و فقهی قبیله چی هست، سنت‌های قبیله چی، بله. و سنت‌های قبیله چه جایگاهی داره در نظام اجتماعی قبیله، و بعد ببینیم که اسلام اینجا چه کار کرد، آمد چه گزاره‌های آورد، چه قوانینی از قوانین قبیله تأیید کرد و چه قوانینی رد کرد و غیر انسانی و غیر الهی دونست. اگر نگاهی داشته باشیم به فرهنگ و جغرافیا و تاریخ عربستان قبل از ظهور پیامبر اسلام در جزیره العرب، در جزیره العرب، من دوستان حاضر ارجاع میدم به خوندن کتاب تمدن اسلام و عرب، کتاب تمدن اسلام و عرب. این کتاب رو ببینید، کتاب های مختلفی مثل کتاب های تاریخ تمدن ویلدورانت و کتاب های دیگر توی زمین نوشته شده. ببینید، عرب جاهلی در بیابان متولد میشه، در بیابان زندگی میکنه، کل دارایی او یک شتر هست، یک خیمه و حد اکثر در بعضی از مناطق البته یک زمین کشاورزی. عرب در نظام قبیله‌ای متولد میشه، بله. و عنصر اساسی در نظام قبیله‌ای تعصب قبیله‌ای است که برخواسته از زاد و ولد قبیله‌ای و آبا اجدادی است. یعنی در واقع یک نوع هویت جمعی قبیله‌ای دارن که برخواسته از این است که اینها همه
متولدین و فرزندان یک جد و یک جده هستند، یک پدر بزرگ و یک مادر بزرگ هستند، ارتباط خونی و نژادی با هم دیگه دارن و در واقع یک هویت واحد دارن. اینا برای این که از هویت خود در مقابل هجوم قبایل دیگه دفاع بکنن، در یک سیستم بیابانی بدوی که به قول حضرت ابراهیم به ارزن لم یزرع به وادن غیر زیزر، در جایی که اونجا کشاورزی نیست، باغ نیست، جلگه نیست، در یک چنین فضای جنگ های قبیله ای بسیار زیاد اتفاق میفته. شعار قبیله این هست که از برادرت دفاع کن ولو این که بر باطل باشد. اصلا هدف یک فرد قبیله ای این است که از هویت قبیله ای و نژادی خودش دفاع بکنه، یک حریم ببره خودشان در نظر گرفتن و پا از او حریم خودشان. بله. ابن خلدون میگه اصلا، ابن خلدون جامعه شناس بزرگ مسلمان میگه اصلا هویت قبیله و عصبیت قبیله ای تشکیل میده و این عصبیت با جنگ، با محاربه، با دفاع از حریم حفظ میشه. خب در یک چنین نظامی که اساس حفظ هویت با جنگ هست، با نزاع هست، با درگیری هست، شما تاریخ قبل از اسلام اگه بخونین، جنگ اوس و خزرج 30 سال طول کشید سر یک سری مسائل واهی و بی ارزش، که چرا شطور یک قبیله افسار خود رها کرد رفت در قبیله دیگر، تخم کبوتر یک قبیله دیگر که روی زمین افتاده بود تخم او کبوتر لگد کرد، زیر پا کرد. اینا با همدیگه 30 سال جنگیدن، هزاران جوان کشته شد سر ای که چرا این شطور افسار خود رها کرده. چه تعصبات. بله. کورکورانه تعصبات. ببینید این نظام، نظام قبیله است. بله. در نظام قبیله ای اصلا چیزی که اینجا رنگ میبازه حقه. بله. و کرامت انسان نیست دیگه. چی در... برسه به حق زن. بله بله. و در چنین شرایطی کسی ارزش داره که قدرت شمشیر و قدرت بازو داشته باشه، کسی که بتونه بجنگه، کسی که بتواند در مقابل هجوم قبایل وحشی از کیان قبیله دفاع بکنه، کسی که بتونه نان آور خانواده باشه و کسی که بتواند از حریم خانواده با زور بازو، عرض کردم اینجا فقط ملاک زور هست نه حقانیت، دفاع بکنه. خب در چنین شرایطی قطعا پسر چون موجودی است که میتونه دل به دریا بزنه، دست به شمشیر ببره، آدم کشی داشته باشه، قتل و غارت داشته باشه و ناناور خانواده باشه، قطعا این بسیار ارزشتر بوده. و زن خب چون موجودی است که به لحاظ توانایی های جسمانی ضعیف‌تر از مرد هست، روحی. بله. زن مظهر عشق است، مظهر عاطفه است، مظهر رحمانیت خداست، مظهر جمال الهی است. این زن کانون گرم خانواده نگه می‌داره. خب در نظام قبیله‌ای به چنین فردی نیاز ندارن، زن جزء مایملک خودشون می‌دونستن، زن جزء اموال می‌دونستن. اصلا زن به ارث میرسید بعد از فوت شوهرش و زن انسان نمی‌دونستن. فراموش نکنیم اون جمله معروف خلیفه دومر که فرمود کننا قوما لا نعد النساء شیئا، ما کننا قوما فی الجاهلیه لا نعد النساء شیئا، ما کسانی بودیم که در زمان جاهلیت اصلا زن به عنوان انسان نمیدونستیم، شیء تلقی نمیکردیم، هیچ هویتی و هیچ حقانیتی برای او قائل نبودیم. دقیقا. اسلام آمد این نظام ارزشی که در واقع نظام ضد اخلاقی است، ضد انسانی است، ضد انسانی است، این نظام رو عوض کرد. ببینید آیه شریفه که در سوره نحل وجود داره، همه دوستان و وطندارای عزیز شنیدن، وقتی به یک مرد قبیله خبر میدادن که همسر تو یک بچه‌ای متولد شده از او که این بچه جنسیت او اناث هست و دختر هست، از شدت خشم صورت او تیره و تار میشد، سیاه میشد. مایه شرمندگی خود میدانستند. بعد با خود فکر میکرد، میگفت ما خب چه کنم با این ننگ، با این ذلت چه کنم؟ آیا او در نهایت تحمل اهانت و ذلت نگه دارم و یک مایه ننگ و عبرت باشه، وسیله طعنه زدن دیگران باشه، یا او رو ببرم امیدو صوف تراب زمین از چای بکنم و زنده به گور بکنم؟ بله. بعد قرآن میگه الا ساء ما یحکمون، این حکم بسیار بدی است که میکنن. این حکم، این حکم ضد اخلاق است، ضد انسانیت است، ضد کرامت انسانی است و ما، قرآن میگه ما آمدیم تا این نظام ضد ارزشی، ضد اخلاقی رو عوض بکنیم و به زن کرامت انسانی عنایت کنیم. بله بسیار عالی.
و میتونیم نتیجه بگیریم و بگوییم که زن و مرد در مقابل هم نه، بلکه در کنار هم مسئولیت‌های بسیار عمده‌ای داره، مسئولیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، و یک هدف مشترکی دارن و مثل دو بال یک کبوتر پرواز میکنن به سمت اوج موفقیت‌ها و کمال. بسیار عالی. اما شما عزیزانی که اینجا حضور دارین، خواهران عزیز ما، شما هم اگر سوالاتی دارین بسیار خوشحال میشیم که پرسان کنین. دو بزرگوار کارشناسان محترم اینجا حضور دارن و پاسخگوی سوالات شما عزیزان هم هستن. شما عزیزانی هم که سوال دارین، ما منتظر سوالات شما هستیم. و کدام یک از شما بزرگواران سوال داشتن؟ بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما مشیر محترم و کارشناسان. استفاده کردیم از بیاناتتان. میخواستم پرسان کنم که آموزش در دین اسلام یک ارزش است نه؟ پس به چه خاطر است که بعضی از کشورها تحصیل بر زنان محروم میکنند؟ تشکر میکنم اگر پرسان بدید. بله، بسیار عالی. سوال بسیاری از بانوان عزیز حتما هست، به خصوص شما بیننده های عزیزی که همکنون بیننده برنامه جان زندگی هستین. بفهم که حتما این پرسش در ذهن شما عزیزان هم هست. کارشناسان ما پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. خانم رضایی، میخوایم از شما پرسان کنیم. بله، اما قسم که خواهر عزیز ما پرسان کردن و همه ما مطلع هستیم و میفهمیم که تاکید شده که بر هر زن و مرد مسلمان واجب هست که علم باید بیاموزن. خب پس چرا این من میشه؟ با شنیدن سوال عزیز بزرگوار میاد که میشود گفت بیت شعر یا حتی یک جمله معروفی که قطعا عزیزان شنیدن، که گفت اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. اصلی رو مطرح کردن در دین مبارک اسلام و در همه ادیان الهی که معرفت، علم آموزی و آگاهی یک اصل انسانی است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. یعنی ببینید حتی وقتی که بعد از آغاز سوره پروردگار متعال یکی از برجسته ترین صفات وقتی میفرماید الرحمن، بعد به دنباله میفرماید که علمه البیان. خب نکته اینجاست که چرا این کار رو میکنن. همونطور که شما اشاره کردید، حاکمیت هایی که به اصطلاح گفته می شود یا ادعا می شود که این حاکمیت ها حاکمیت های اسلامی هستند. چرا؟ نکته اینجاست که وقتی که من برداشت خودم رو می گم، وقتی که پای اصلا سیاست، یکی از چرخهای اساسی سیاست منفعت است. ما در آیات قرآن در داستان انبیاء الهی داریم که سه چیز باعث هلاکت و گمراهی می گردد: زر و زور و تزویر. شما اشاره کردید که در بعضی از حاکمیت های اسلامی، این نکته اینجاست که اگر ما وارد چرخه سیاست بشیم، از همون ابتدای اسلام هم شما میبینید که حاکمیت ها، حالا چه اسلامی چه غیر اسلامی، در طول تاریخ بشریت بر مبنای منفعت میچرخند. گاهی وقت ها حالا اشاره کردید که ممکن است که جلوی یکی از اساسی ترین اصول اسلام در مورد خانم ها گرفته بشه، کما اینکه ظلم ممکن است که در قسمت در به عبارتی قشر مرد ها هم یک زمانی یک اتفاق بیفته. لذا من نگاهم و باورم ایست که سوء استفاده کردن یا ندیده انگاشتن یا زیر پا گذاشتن یک اصل اسلامی دقیقاً برمیگرده به عاملان اون، نه به اساس دین. وقتی شما میفرمایید که آموزش یک اصل اسلامی است، بله، اطلب العلم من المهد لله، اطلب العلم ولو به سین. بله. یا همه دقیقاً روایاتی از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام است که تاکید شده، تاکید هر دو فقه اساسی اسلامه و هیچ مسلمانی در اونها شکی نداره. اما چرا این اتفاق در حاکمیت های اسلامی و در ممکن است برخی کشورهای اسلامی یا گروه هایی که عنوان میکنن که ما اسلامی هستیم اتفاق میفته؟ به خاطری که من باورم نیست که به دنبال به دست گرفتن یا به دست آوردن یک سری منفعت هستن. چون وقتی چیزی مثل روز روشنه، به عبارتی توجیه کردن او یا برای او دلیل و برهان آوردن هم خلاف عقل است و هم خلاف منطق و هم خلاف شرع. آها، یعنی خانم رضایی شما میگین که یک نوع منفعت
برای خودشان ایجاد میکنن، یک چیزهایی را میخوان به دست بیارن. یعنی به نظر شما اون تعصباتی که در ذهنشان بود از زمان عصر جاهلیت، اون تعصبات در ذهنشان نیست و فقط میخوان که دنبال منفعت ها باشن؟ خب همون تعصب، ببینید آقای دکتر توکلی اشاره کردن که بر اساس منفعت، همون به اصطلاح تعصبی که دقیقاً توضیح دادن چرا تمایل بیشتر به جنس پسر بود، به خاطری که جنس پسر منفعت بیشتری داشت، زور بیشتری داشت، قدرت بیشتری داشت، بیشتر کمایی میکرد، بیشتر میآورد، ولی خب دختر یا جنس زن در خانه بود. اگر به یک لحاظی، حالا ما یک دوست عزیز بزرگوار داشتیم که یک طبقه بندی میکرد، میگه تعصب از کجا میآید؟ از جهالت. بله، یعنی اگر وصل کنیم تعصب به جهالت و نادانی، به خاطر اینکه اگر شما نگاه منفعت محور فقط با یک از یک افق خاصی اصلا منفعت رو معنی کنید، وگرنه اگر حقیقت مطلب رو در نظر بگیرید، منفعت اساسی جامعه به طور کلی در آن است که هر دو جنس همونطور که بله، باید زن و مرد در کنار هم به دوشا هم در کنار هم قرار بگیرن و هر دو به تناسب سرشت، به تناسب آفرینش و به تناسب هدفی که از خلقت اونها داشته پروردگار سبحان همون مسئولیت های اساسی و مبنای خود در نظر بگیرن و اونها رو به نفع احسن انجام بدن و جامعه رو بکشانن به سمت کمال و به سمت به عبارتی تحقق اهداف الهی. بله، خب نظر دکتر توکلی رو میخوایم بشنویم. آقای توکلی، نظر شما نسبت به صحبت های خانم دکتر رضایی چی هست؟ آیا فکر میکنین که به خاطر منفعت خودشان هست که دولت مردان اجازه نمیدن که دختران و بانوان عزیز ما به علم آموزی بپردازن، با وجودی که روایت های زیادی وجود داره از پیامبر اسلام و شنیده شده و گفته شده، ولی باز هم رعایت نمی کنن و این حکم را و این حق را از بانوان عزیز ما گرفتن و می گیرن؟ نکته بسیار خوبی است. من میخوام با شعری از مولانای بلخ شروع بکنم که فرمود سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. هر زمانی که انسان نسبت به چیزی تعصب داره، این تعصب محصول جهله، چون اطلاع نداره و فکر میکنه که اگر فلان چیز به وجود بیاد مانع منافع من میشه، با اون مخالفت میکنه. حضرت علی فرمود که الناس اعداء و ما جهلو، انسان ها با اون چی که نسبت به او جاهل هستن دشمنی میورزن. من یک اشکالی نسبت به فرمایشات خانم دکتر دارم و اینه که ایشون یک بعد از ابعاد قضیه، در واقع یک علت ناقصه بیان کردن. علت اصلی به نظر من تعصبات قومی و قبیله‌ای و جهالت هایی است که گاهی اوقات از قدیم باقی مانده، در نظام قبیله‌ای ما باقی مانده. ما به اون جهالت های قبیله‌ای خودمون رنگ دینی میدیم. توجه کنید آیه شریفه‌ای که در سوره در یکی از سوره های قرآن، فکر میکنم در سوره روم هست، اینو توجه کنید، میفرماید که پیغمبر قول هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. آیا خبر بدم به شما که چه کسی بیشترین خسارت رو در زندگی داشته؟ او کسی است که فکر میکنه کار خوب داره انجام میده در حالی که کار بد انجام میده. کی ما دوچار ای اشتباه محاسباتی میشیم؟ وقتی که هدف فراموش کنیم، وقتی انسان نشناسیم، وقتی با کرامت انسانی و حقوق الهی و ذاتی که خدا به انسان داده آشنا نباشیم. من مشکل اصلی در جهالت حاکمان میدونم، یعنی که زن را ارزش نمیتن بگن خب این چرا برای ترسیم فکر میکنن اگر این درس بخونه مانع منافع اونها میشه، و این اولا. و ثانیا این که فکر میکنن اصلا درس خواندن زن مساوی با فساد اخلاقی است. این کسانی که اینجوری فکر میکنن نه قرآن خوب شناختن، نه سنت پیغمبره و نه فرهنگ انسانی انسانشناس نیستن. شما وقتی میتونید زن را بیمه کنید و ایمن بکنید از مفاسد اخلاقی که به او احساس کرامت و بزرگواری بدید، اطلاعاتش بالا ببرید. بله، علم امروز یاد بگیرن. بله، بله، متوجه باشن. من یک نکته عرض کنم از مباحث اخلاقی. ببینید ما یک بحث داریم به نام قدرت و یک چیز داریم به نام اقتدار. اقتدار یعنی نفوذ معنوی، قدرت یعنی نفوذ فیزیکی و جسمانی. به میزانی که یک شخص مربی، یک پدر در خانواده، یک معلم، یک حاکم از قدرت فیزیکی استفاده بکنه، از اقتدار او، از نفوذ قلبی و معنوی او کم میشه. و به میزانی که از قدرت فیزیکی کمتر استفاده بکنه و بره به سمت نفوذ قلبی و معنوی،
نفوذ قلبی از چه طریق ایجاد میشه؟ از طریق رعایت کردن کرامت زن. مگر قرآن نیست که میگه ولقد کرمنا بنی آدم؟ خب انسان این خانم ها جزء بنی آدم هستن. من از شما خواهش میکنم که به من اجازه بدین اولین آیه سوره مبارکه نساء قرائت بکنم، ببینیم قرآن در مورد زن و مرد چی میگه. میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منها رجالا كثيرا ونساء وتقول الله الذي تساءلون به والارحام. ببینید میگه زن و مرد از یک نفس واحد آفریده شدن. شما تقوا داشته باشید و حقوق زن رو رعایت کنید. زن را شما اگر در قفس خانه بگذارید، اگر این زن اهل فساد اخلاق باشه در داخل قفس خانه هم میتونه فساد داشته باشه. ولی اگر به زن احترام و کرامت و بزرگواری در وجود او ایجاد بکنین، به او بفهمونین که دارای حقه و یک انسانه و کرامت الهی و انسانی داره، قطعاً در بین هزاران مرد هم از خودش محافظت خواهد کرد. درست. چند تا نکته خیلی کوتاه عرض کنم. من مانع اصلی در اینجا نظام تبعیض آمیز قومی و قبیله‌ای میدونم. همون جهالتی که تبعیض همون جهالتی که بعد از اسلام باز تولید شده. ببینید همون جهالتی که خداوند به زنان مسلمان میگه ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، دوباره بر نگردید به جاهلیت قبل از اسلام. جاهلیت قبل از اسلام ما عرض کردیم این است که ملاک ارزش در جاهلیت قبل از اسلام درست. قدرت فیزیکی است. لذا زن اگه به عنوان یک انسان دارای کرامت بدونیم هیچ وقت حقوق او انکار نخواهیم کرد. بله خانم رضایی حتما شما هم میخواین که بله من ضمن تایید صحبت های دکتر صاحب توقعی بله بفرم. من میگم که شاید اگر که تکیه بر جهالت میکردیم درست در زمانه ای که در عصر انفجار اطلاعات نبودیم، شاید اگر صحبت از عدم آگاهی میکردیم در دینی که او دین حتی بر اساس اعتقادات هر کدام از فرقه ها درستن ما در چهارچوب احادیث اهل سنت حداقل بیش از یک سوم روایات اهل سنت از کی صادر شده؟ از ام المؤمنین عایشه. چطور می شود در این مذهب در او دین و در این عصر کسی بیاید وضو؟ ببینید دقیقا در جواب پاسخ سوال دوست عزیزم گفتم چیزی که مثل روز روشن است قطعا این، ببینید نمی توانیم بگیم جاهل اگر هم از جاهلیت مدرن است و جاهلیت مدرن نیست که پس زمینه ها و عقبه های مشخص و واضحی داره. چرا فعلا برای بعضی از حاکمیت ها زنان شدن پاشنه آشیل، یک وسیله شدن که از طریق فشار روی اونها می توانند به یک منفعتی برسند، می توانند از وجود اونها به صورت ابزاری استفاده کنن و درستان. به اصطلاحی حق طلبی کنن، حق خواهی کنن، بخواهن که بیاین به ما فلان، مثلا ببخشید مثل این میمونه که شما یه چیز ارزشمند رو برداری به طرف مقابل بگی که اینو میبینی این خیلی بسیار چیز ارزشمندی است، میدونم برات ارزش داره، یا فلان چیز میدی فلان کار میکنی یا این آسیب میزنه. ببینید مثل این میمونه که در جامعه، آخه من اشاره کردم اول صحبت بله. در کشوری مثلا مثل کشور ما با یک تمدنی اونقدر گسترده، ما مثلا میایم ادعا میکنیم آیا جمهوری اسلامی مفهوم اسلامیت فقط مربوط به 40 سال اخیر در کشور ما قبلا مسلمان نبودیم، ما قبلا زندگی اسلامی نداشتیم، آیا در 70 سال پیش در کشور ما هیچ عالم مسلمانی زندگی نمیکرده که او عالم مسلمان فتوا بدهد که دیگه زنان مکتب نرن درس نخوانن؟ اگر بحث علم است و بحث آگاهی است و بحث دین است، چرا اتفاق در گذشته نیفتاده؟ اگر هم بر فرض من میگم، من تاکیدم بر این است که یک جور اسلحه و سلاحی است برای منفعت طلبی، برای رسیدن به یک سری خواسته های خودشان. در زمانه حاضر در عصری که ما شما زندگی میکنیم، ادعای ای که من، ببینید من 20 چند سال پیش خودم به عنوان یک دانشجوی دنگ محصل مکتب، روزی که در شهر ما یک عده عظیمی بیشتر از 300 400 نفر معلم و محصل حرکت کردیم به سمت چی که بپرسیم که چرا نمیگذارید که مثلا ما مکتب درسته داریم. جالب اینجاست که ما اصلا اجازه ورود ندادن، نخواستن که ما رو ببینن، ولی خب بعد از اون که اتفاق افتاد من دقیقاً یادم است که نماینده ها که وارد شد داخل بله. شدن و دوباره برگشتن گفتن که روایتی خواندن برای ما مبنی بر این که صدای کفش پای زن را نمی بایست مرد نامحرم بشنود. گفتن این سخن و این روایت و این حدیث اگر که حدیث مبنی بری باشه، آیا سوال اینجاست که ما در طول تاریخ
از زنان پیغمبر، از همسر پیغمبر، از دختر پیغمبر، دقیقاً. از فرزندان و دختر، بله بله. نداشتیم کسانی که حرکت کردن انقلاب. آیا صدای کفش پای اونا رو هیچ مرد نامرئی نشنیده؟ شما علیاذ بالله به جایگاهی رسیدید که از خود پیغمبر، از خود امام و از خود خلفا دین رو بیشتر میشناسید، بهتر به اصول دینی آشنایی، بله. دارید که حالا شما میگید که یک خیل عظیمی از جامعه رو از دانش و از فهم محروم میکنید، بعد میگید چرا میگید صدای کفش پای زن را نبایستی که مرد بشنوه؟ بله، سوالات بسیار زیاد هست. من میفهمم که من خودم شخصا سوال زیاد دارم، خانم رضایی و دکتر توکلی محترم. من میفهمم که علیزنه که امروز اینجا هم حضور دارن، مخاطبین عزیز ما هم که اینجا نشستن، اینها هم سوالات زیاد دارن. و در ادامه همین صحبت ها یک سوال داشتم من که ببینین، با وجودی که بسیاری از اسلام به عنوان بهترین دین یاد میکنن، پایبند هستند و عشق می‌ورزند به دین اسلام، ولی باز هم دستورات اسلام را که همو حقوق زنان هسته نمی‌پذیرند. خب سوالات ما که بسیار زیاد هست، می‌فهمم که شما مخاطبین عزیزی که اینجا هم حضور دارین، شما هم سوالاتی دارین در ذهن و شما عزیزان بیننده هم می‌فهمم حتما سوالاتی دارین. می‌تونید با ما در ارتباط باشین. ما که مثل همیشه نمبر واتساپی رو برای شما عزیزان گفتیم، باز هم میگم اگر چنانچه سوالاتی دارین حتما برای ما ارسال کنین. مثبت 964 780 255 40 13 نمبر واتساپی ما هست و پل ارتباطی ما و شما عزیزان.